سلام، شروع میکنیم درس ده رو که جزئیات گرامری بخش اول در رابطه با پسیو هست. در درس بعدی هم ما ادامه این مبحث رو پی میگیریم. پسیو چیه؟ اما ببینید، ما معمولا جملات رو در حالت اکتیو استفاده میکنیم. در حالت پسیو در واقع جمله انگار یه حالت برعکس پیدا میکنه. مثلا من میگم که این کار رو من انجام دادم. اینجا من فاعل کارم. اگر جمله رو برعکس کنم و مفعول جمله اهمیت پیدا کنه، اینجا نیاز داره که جمله از حالت اکتیو به پسیو تبدیل بشه. نکته‌ای که باید در رابطه با پسیو بدونید اینه که استفاده از پسیو فهم جمله رو یه مقدار مشکل میکنه. برای همین استفاده از پسیو خیلی مسئله ای نیست که بخواید ازش به قول معروف همه جا استفاده کنید. تا زمانی که پسیو کامل براتون جا نیفتاده و مطمئن نیستید که دقیقاً کجا میشه ازش استفاده کرد، توصیه من اینه که هر جا که میشه ازش استفاده نکنید. اکتیو نوشتن خیلی بهتره، خیلی منظور رو بهتر میرسونه، اما پسیو فقط در جای مناسبش خوبه، همه جا نمیشه ازش استفاده کرد. این نکته رو خوبه که در نظر داشته باشید. حالا ببینیم پسیو چطور ساخته میشه. برای present simple، past simple و will اینو میگیم فعلا. ببینید، پسیو به این شکله. be in the right form، یعنی از فعل to be استفاده میکنیم که متناسب با هر جمله‌ای میتونه فرق کنه، و بعد شکل سوم فعل past participle. مثلا میگیم everyone is، چون everyone مفرد حساب میشه دیگه، فعل is میاد و بعد شکل سوم فعل invite، invited، invited. در حالت منفیش خوب فعل to be رو منفی میکنیم و در حالت سوالی فعل کمکی اول جمله و بعد ادامه. بیایم مثال بخونیم. در present simple نگاه کنید، اگر من بخوام جمله رو به صورت اکتیو بگم میشه این they always invite grandma، همیشه مادر بزرگ رو دعوت میکنن. اینجا کی این کار میکنه؟ they. اما اگه they رو از جمله حذف کنیم و تمرکزمون رو بذاریم روی مفعول جمله که grandma هست، جمله تبدیل میشه به grandma is always invited. در گذشته ببینید they invited uncle Adrian، اما Adrian رو دعوت کردند. اما در پسیو میگیم Uncle Adrian was invited. یا will رو در این مثال میبینید they will invite the neighbors و یا they won't، فرق نمیکنه مثبت و منفیش. اما حالا اگر تمرکز رو ببریم روی neighbors میشه the neighbors will be invited و یا won't be invited. کاربردش رو ببینیم. میگه when we don't know who does something. یکی از کاربرداش اینه که وقتی ما نمیدونیم فاعل یه جمله کیه، مثلا یک ساختمونی ساخته شده و ما نمیدونیم اینه کی ساخته، میگیم the building was built مثلا in 1997 ساخته شد. وقتی نمیدونیم، اینجا جایگاه پسیو جایگاه کاملا درستی. یا مثال کتاب میگه که my sister's bike was stolen yesterday. خب ما نمیدونیم کی دزدیده، برای همین اصلا پسیوش درسته، چون تاکید ما روی دوچرخه است. در حالت بعدی میگه که when we don't want or need to say who does something. و حالت دوم اینه که وقتی نمیخوایم بگیم یا اصلا اهمیتی نداره که بگیم، میپرسیم که was Simon invited. حالا اینی که کی سایمن رو دعوت کرده اصلا مهم نیست دیگه. اینجا هدف اینه که بدونیم سایمن دعوت شده یا نه. اما چند تا نکته کمک کننده در رابطه با پسیو. If you are not sure how to form a passive sentence, think of the active sentence first. میگه اگه مطمئن نیستید که چجوری باید این پسیو رو بسازید، اول به اکتیوش فکر کنید. البته این دیگه به نظرم یه جور بهانه است دیگه. شما باید سعی کنید این ساختارا رو یاد بگیرید. اصلا معنی نداره که شما به اون فکر کنید یکی رو بسازید. اما حالا میگه someone stole my sister's
bike yesterday. و حالا تمرکز رو میزنیم روی آبجکتمون. این سابجکته. Someone یه نفری این کار کرده. چیو برده؟ دوچرخه رو. حالا جای اینو برعکس میکنیم. My sister's bike was stolen yesterday. Look at the active sentence. The verb is stole and the object is my sister's bike. به این حالت. پس شما باید تشخیص بدید که البته خیلی هم واضحه، خیلی هم پیچیده نیست، که آبجکت یا مفعول در اون جمله چیه و بعد مفعول رو بذارید قسمت مهم جمله، یعنی تمرکز جمله روی مفعول میفته. برای چی؟ اولا فکر کنم واضح‌تر میشه که گفتم پسیو رو هر جا استفاده نکنید. برای اینکه وقتی جمله از حالت تمرکز روی فاعل میره به سمت مفعول، درک اون جمله، کلاریتیش به طور به وضوح پایین میاد و شما باید جلوی این کار رو بگیرید. استفاده از پسیو هیچ فضیلتی نداره، یعنی جملتون رو شیک نمیکنه. مثل این ورژن ها که مثلا در به خصوص در رایتینگ های IELTS زیاد میبینید، not only but also، اینا اصلا قشنگ نیست واقعا. این اشتباهی است که در کلاس ها تکرار شده. اینا زمانی قشنگ و خوبه که به جا استفاده بشه. نکته که من همیشه تأکید میکنم اینه که یاد گرفتن کلمات یا استفاده از ساختارها بدون درک رجیستر هیچ ارزشی نداره. رجیستر یعنی اینکه شما بتونید از اون عبارت به جا استفاده کنید. مثالی که میزنم همیشه این عبارت، فرض کنید که یک محفلی است، شاهنامه خوانیه و همه ادیب و همه فریخته و شما اگه به جای سلام بگید درود و دو صد بدرود، اتفاقا اونجا قشنگه. ولی اگر تو صحبت من شما یا تو ادارتون تو دفترتون یه همچین حرفی بزنید، اصلا خنده داره، مضحکه. رجیستر به اینه که شما تشخیص بدید که کجا چی چیزی رو استفاده کنید. پسیو از اون مواردیه که باید شما این تشخیص رو داشته باشید، وگرنه جملتون رو رایتینگتون اصلا خراب میکنه. خب این نکته دیگه من ادامه نمیدم چون یه حرف خیلی تکراری و چندان پر اهمیتی هم نیست داره میزنه. قسمت وان چند تو میخونه. When the verb is in a passive sentence is a phrasal verb. ببخشید. When the verb in a passive sentence is a phrasal verb. یعنی اگر ما اون فعل اصلیمون که قراره پسیو بشه یا پسیو شده یه phrasal verb. Don't forget to include the particle. میگه این particle قسمت بعدشو اینو یادتون نره. They picked up the broken glass. یعنی یک لیوانی یا یک شیشه ای افتاده شکسته و خورده‌هاشو جمع کردن. حالا میگه the broken glass was picked up. جمعش کردن، شیشه خورده‌ها رو جمعش کردن. یعنی این فکر نکنید که این نباید باشه، اصلا معنیش با این پارتیکل تکمیل میشه و شما باید این کارو بکنید. درک پسیو احتیاج داره به اینکه شما متن خوانی کنید. در نتیجه تلاش کنید که در طول روز حداقل به اندازه یک صفحه مطالعه داشته باشید، یعنی برید مقاله بخونید. و منظور از مقاله، منظورم مقاله آموزشی نیست، برید هر چیزی که علاقه دارید رو بخونید و بذارید که رایتینگ، ببخشید، ریدینگ روزانه‌تون از این جور چیزا تامین بشه. حتما تمرین ها رو انجام بدید و اگر سوالی براتون باقی موند در بخش کامنت ها مطرح کنید. تا جلسه بعد.